الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله رب العزة تعطى وعبادتهم وشمار دي روز جمع مبارك قبول مقبول دربار خود بگردانا وهر يك ما وشمار توفيق استقامت و پابندی در رابطه با آن چیزی که احکام الهی از اوامر و نواهی از اعطا فرمایه و الله رب العزت در رابطه با این حوادث و واقعات و مصیبت هایی که در هر لحظه حیات و زندگی ما با آن دست و گریبان استیم الله رب العزت با خیر و عافیت و سلامتی و با ایمان کامل و عقیده درست از این دنیا ما و شما را به دار الاخرت انتقال بده شک نیست برادر اسلام که حیات و زندگی که امروز ما در رابطه با او مشاهده میکنیم و غفلت و بیخبری اکثریت مردم در رابطه با حیات و زندگی اخروی که یک حیات و زندگی جهان غیب هست که الله رب العزت به جهت از او ما و شما را خلق کرده و پیدا کرده شک نیست که غلبه مادیات در رابطه با معنویات به صورت آشکار واضح و روشن مشاهده میکنیم امروز حیات یک حیات و زندگی مادی گشته حرف و صحبت در رابطه با معنویات بسیار کم است الا در برخی از مجالس که شاید انگشت شمار باشه اگر ما در خانه هستیم، در کوچه هستیم، در بازار هستیم، در خانه اندیوال خود هستیم و دوست خود هستیم هر آن چیزی که صحبت صورت میگیره برادر اسلام در رابطه با اینمی چارچوب دنیای موتو هست که موتو صحبت میکنیم یا از مال صحبت میکنیم یا از دولت صحبت میکنیم یا از منصب صحبت میکنیم و یا هم از مادیات صحبت میکنیم که امروز هر یک موشما را به تعجب انداخته الله رب العزت طبیعت انسان قسم خلق کده برادر اسلام که به هر طرفی که انسان تمایل و میلان پیدا بکنه شک نیست که توجهش به اون طرف مبذول شده و از جوانب دیگه توجه از او دور میمانه اگر انسان توجه خود به طرف دنیا و مادیات کرد شک نیست که خود به خود معنویات و آخرت و بعد از مرگ و همه چیز به باد فراموشی داده میشه و اگر انسان توجه خود به کلی به طرف آخرت کرد شک نیست که مسئولیت و مکلفیت خود در رابطه با دنیا فراموش میکنه و این انسان را که الله جل جلو خلق کرده و پیدا کرده با این تمایلات و انگیزه های مختلف و با این ضرورت ها و نیاز های مبرم که هم باید دنیا را بسازه و هم باید که آخرت بسازه ساختن دنیا او را از آخرت غافل نکنه و توجه به آخرت او را از مکلفیت دنیا غافل نسازه اینمی را اسلام میگن اینمی را وسطیت و اعتدال میگن وسطیت که الله رب العزت امت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به این وصف در قرآن مجید برشان ثبت میکنه و می فرمایه که و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکون شهداء علی الناس سبحان الله امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین این طبیعتشان
که راه اعتدال میان روی را در هر چیز اختیار میکنند، در هیچ چیز افراط و تفریط پیشان نمیگیرند و جهت از این که افراط و تفریط در حقیقت علل و اسباب انحراف و گمراهی انسان میباشه. و بینمی صفت اعتدال میان روی خود و دینمی صفت وسطیت خود، ای امت الله رب العزت برای بالای تمام امت ها شاهد گشتانده، گواه گشتانده که احادیث متبرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا برای ما شما بیان میکنه. پس به اساس برادر اسلام، به ارتباط خطبه هفته گذشته که ما در رابطه با یکی از پدیده های زشته که امروز خواسته و یا نخواسته در بین ما شما انتشار پیدا کرده که در حقیقت پدیده بدعت می باشه و بدعت در حقیقت عبارت از همون نو آوری های هست که نه شریعت اسلام ما شما را به او امر کرده و نه او را از ما شما تقاضا کرده، بلکه ما و شما با عادات و تقالید و عنعنات و هر آن چیزی که داریم بالاخره چیزها را من حیث دین در جامعه خود داخل کردیم و داخل کردن چیزهای جدید و مستحدث در حیات و زندگی بالاخره ما و شما را یا آگاهانه و یا هم نا آگاهانه از مسیر راست و صراط مستقیم منحرف کرده. بدعت و نوآوری را که در دو بخش اساسی تقسیم بندی کردیم برادر اسلام، یکی در رابطه با مسائل عقیدوی و عناصر ایمان و ارکان ایمان ما و شما بود و یکی هم در رابطه با عباداتی که ما و شما انجام میتیم و یا اعمالی که توسط اعضای بدن خود انجام میتیم. یک بدعت و نوآوری بود که متعلق به اساسات داخلی ما میشد و یکی بدعت و نوآوری بود که در اعمال ظاهری ما و شما ظاهر میشد. پس به می خاطره که در رابطه با آن چیزی که مکلفیت ما در رابطه با مسئولیت‌های باطنی و قلبی ما و شما من حیث انسان مؤمن و مسلمان می باشد که در حقیقت عبارت از امو تمرکز عقیده و ایمان درست در قلب انسان مؤمن و مسلمان، که تا با این عقیده درست و قوی و مستحکم ما بتانیم که اعمال درست و صحیح انجام بتیم و ای اعمال ما دستخوش بدعت و نوآوری های خود ما تو نشه. پس به می خاطر خواستیم که در رابطه با مسائل عقیده، در رابطه با مسائل ایمان و آن چیزی که قرآن و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این رابطه ما و شما را ارشاد و راهنمایی میکنه، مسائل عقیده و ایمانی که باور بکنیم برادر اسلام که ما در حق از او بی حد جفا کردگیستیم. چرا جفا کردیم؟ و جهت از این که مسائل عقیده و ایمان آن چیزی که ما به مو خردسالی خود در ایام مثلا خانواده فرا گرفتیم و یا در ایام مکتب در مرحله ابتدایی یا لیسه فرا گرفتیم، فقط در اونمو مسائل ما تو اکتفا کردیم و بعد از او در رابطه با این مسائل اصلا ما تو سعی و تلاش و کوشش نکردیم. و ما بارهای مثال براتان دادیم و شاید شما هم ایراد متوجه شده باشین که امروز اکثریت کسایی که میاین و از علما در رابطه با برخی از مسائل پرسان میکنن، اکثریت مسائل متعلق به امور عبادات میشه برادر اسلام. یعنی به ایمانه که نماز ما چطور شد، روزه ما چطور میشه، یا وضوع ما چطور میشه، یا غسل چطور بکنم، یا فلان و بستان. بسیار کم کس میاید که در رابطه با مسائل عقیده، در رابطه با مسائل ایمان از ما پرسان بکنه که خب همین مسئله در رابطه با عقیده چطور است، در رابطه با توحید همین مسئله چطور است مولای صاحب محترم، در رابطه با انبیاء علیه السلام این همین مسئله چطور است، در رابطه با قضا و قدر این همین مسئله چطور است. کس در رابطه با این توجه نکرده برادر اسلام. و یکی از چیزهایی که این همین ایمان و عقیده ما شما را تجدید میکنه، قوت میبخشه و اثرات از او را ما در حیات و زندگی خود توسط اعمال مشاهده میکنیم، یکی هم در حقیقت بیان اینمی قضایای عقیده و ایمان است. چرا هر زمانی که قضایا هرچه بیشتر بر ما و شما گفته شود،
به مو اندازه متوجه باشین که عناصر در قلب ما شما محکمتر شده میره و هر قدر که در رابطه با این صحبت صورت نگیره متوجه باشین که قضایا در قلب ما شما ضعیف شده میره، کم شده میره. وقتی که ضعیف شد تأثیراتش در حیات و زندگی ما شما رونما نمیشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در رابطه با ایمان بسیار خوب یک مثال بیان میکنم برادر اسلام در حدیث متبرکی خود که صحاح سته حدیث بر با شما روایت کرده و میفرمای نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که ایمان در قلب شما مانند لباس در تن شما کهنه میشه. ایمان در قلب شما مانند لباس در تن شما کهنه میشه. یعنی ببینید که پیغمبر یک موضوع معنوی را در رابطه با یک مسئله حسی برای ما و شما چه میکنند؟ تمثیل میکنند. شاید کهنه شدن ایمان در قلب برای ما و شما انقدر قابل تصور نباشه برادر اسلام، ولیکن کهنه شدن یک لباس در تن ما یک چیز حسی هست و قابل تصور است و همه ما و شما میدانیم که زمانی که لباس در تن ما کهنه میشه بازی لباس نه مرا پت کرده میتانه، نه ای لباس از سردی مرا نگاه میکنه و نه ای لباس زیب و زینت مرا نمایان میسازه. لباس کهنه دیگه. پس اینمی قسم که لباس کهنه در حیات و زندگی ما شما اینمی قسم تأثیرات بد خود داره. پس به عین شکل متوجه باشین که ایمان هم در قلب ما توی نمید. خب حالا اگر ما از خود سوال بکنیم که امی لباس در قلب امی لباس در تن ما چی وقت کهنه میشه، چی وقت لباس در تن ما کهنه میشه؟ هر زمانی که ما قبل لباس را نخوردم دیگه، هر زمانی که امی لباس را پوشیدم دیگه با مو شکلی که بود ماندم، لباس چرک شد، چتل شد، پاره شد، دیگه شد، ما غمش را نخورد بس دیگه. چرا اگر ما غم لباس را بخوریم این لباسی که من میپوشم اگر ما غمش را بخورم شاید که 10 سال 12 سال برای ما کار بده، لیکن که غمش را نخوریم این لباس اگر یک ماه پشت تا پشت بپوشم باید میگه که از یک ماه بعد دیگه این لباس چیز چنا میشه بجا چرک میشه و بستا پاره میشه و دیگه میشه. میبینید که پیغمبر چه قسم بهترین یک مثال میده. این همین قسمه که تو غم لباس را نخوردی لباس در تنت کهنه میشه، باز این لباس برای تو مفید تمام نمیشه دیگه. آن چیزی که وظیفه لباس است باز این لباس کنه هیچ وقت وظیفه را انجام نمیتانه داده. با یقین بدن ای برادر مؤمن و مسلمان هر زمانی که غم ایمانت هم نخوردی، ایمانت هم به محال ماندی، ایمانم به اینمی قسم در قلبت کنه میشه، ایمانم در قلبت اینمی قسم ضعیف میشه و ایمانم هم به اینمی قسم باز در حیات و زندگیت مفید تمام نمیشه دیگه. بازو ایمان میشه که مانند لباسی که تو را از سردی نگاه نمیکنه، بازو ایمان میشه که تو را به طرف اوامر سوق داده نمیتونه، بازو ایمان میشه که تو را از نواهی منع کرده نمیتونه. پس قضیه ایمان و عقیده متوجه باشین که یکی از مهمترین قضایای هست، از مهمترین قضایای هست که شما باور بکنید که سرنوشت حیات و زندگی دنیا و آخرت ما با او گره خورده برادر اسلام. یعنی به این اندازه مسئله مهم است. دنیا و آخرت به این خاطر براتان میگم که شما تو فکر نکنید که قضیه ایمان تنها قضیه آخرت میباشه. نه، قضیه ایمان قبل از آخرت در رابطه با دنیای ما تو هم تأثیرات خود داره. سرنوشت حیات و زندگی ما در این دنیا، سرنوشت حیات و زندگی ما در او دنیا متوجه باشن که با قضیه ایمان و عقیده گره خورده برادر اسلام. به هر شکلی که ما در این قلب خود ایمان و عقیده را راه میتیم به اونمو شکل حیات و زندگی ما و شما در این دنیا ترسیم میشه و به اونمو شکل بالای ما و شما معامله در روز آخرت صورت میگیره. به هر شکل که ما و تو ایمان و عقیده را در قلب خود را میتیم به اونمو شکل حیات و زندگی ما در این دنیا ترسیم میشه و به اونمو شکل تعامل در روز آخرت صورت میگیره. یعنی به این معنی که شیوه حیات و زندگی در این دنیا و معامله با تو در روز آخرت در گرو ایمان و عقیده تصویر در اسلام. الله رب العزت در رابطه با انسانهایی که با الله جل جلو شریک مقرر میکنند با وجودی که تماما قضایا را میبینند،
با وجودی که وجود الله واحد و یگانه مانند آفتاب واری برایشان روشن است و کوچکترین شکی هم شاید او رابطه نداشته باشد، ولیکن با وجود از این هم بیبی که با الله واحد و یگانه شریک ها مقرر میکنند، بت‌های را پرستش میکنند، اموات را به خاطر تقرب پیش میکنند. الله رب العزت میفهمه که در رابطه با این انسان ها در روز آخرت برای ما چی میفرمایه. ولا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. والله جل جلاله شریکا مقرر نکنید، در حالی که خوب میدانید که خالق از آسمان و کائنات همش واحد و یگانه است، هم از خالق کائنات خالق واحد و یگانه، خوب میدانید، پس والله شریک مقرر نکنید. اگر این کار را میکنید پس متوجه باشین که مسیر شما بالاخره آتش جهنم است. و آتش جهنم میفهمین که هم آتشش عبارت از چی است؟ عبارت از انسان ها و سنگ ها میباشه. سنگ ها عبارت از چی است برادر اسلام؟ سنگ ها در حقیقت عبارت از نمو خداهای باطلی هست که انسان به جای الله واحد و یگانه پرستش کرد و عبادت کرد. چرا این انسان مسیرش به طرف جهنم سوق داده شد؟ به جهت از این که قضیه ایمان و عقیده در قلب از این متزلزل بود، آن چیزی که فطرت سلیمش تقاضا میکرد او را نقص کرد. چرا دروازه های جنت برای انسان مؤمن و مسلمان باز می شود؟ چرا نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که تکت دخول جنت لا اله الا الله است؟ کسی که تکت باش نباشه دروازه جنت اصلا بروش باز نمیشه. قضیه ایمان است برادر اسلام. پس به این خاطر خواستم که در رابطه با این قضیه کمک کنیم، تفصیلوار صحبت بکنیم، تمام ابعاد از او را در بر بگیره. و شک نیست که هر زمانی که ما در رابطه با قضیه ایمان و عقیده میخواییم که اگر کمک ولی تفصیلوار صحبت بکنیم، بازی در یک خطبه و دو خطبه و سه خطبه کفایت نمیکنه، بلکه ما خطبه های متعدد در رابطه با این ضرورت داریم که در هر خطبه یک بخش از ایمان و عقیده را با شما بیان بکنیم که تا الله رب العزت ما شما را صحت بده و حیات بده، بتانیم که از تمام قضایا و تمام جوانب مسائل ایمان و عقیده آگاهی حاصل بکنیم. برادر اسلام، صحبت امروز ما شما در رابطه با ایمان در رابطه با دو چیز است برادر اسلام. یکی در رابطه با معنا و مفهوم ایمان و عقیده صحبت میکنیم و یکی ارتباط میان ایمان و عقیده را بیان میکنیم. امروز اکثریت ماشمای تو فکر میکنیم گویا ایمان و عقیده هر دو یکی هستن. نه، ایمان و عقیده با خود یک ارتباط خاص خود دارن. و در قدم دوم موضوعی که در رابطه با ایمان انشالله و تعالی صحبت میکنیم، قضیه ضرورت و نیاز ما به می ایمان و عقیده میباشه. که اول می ضرورت نیاز ما بفهمیم، بعد از اینکه ضرورت نیاز درک کردیم، بعد از اون باز ما پشت مسائل عقیده و ایمان بریم. چرا الله رب العزت طبیعت انسان قسم خلق کرده که تا با وقتی که نیاز و ضرورت به چیز پیدا نکنه پشت از اون نمیگرده. ما شما چرا شب و روز پشت مال میگردیم؟ چرا شب و روز تپ و تلاش میکنیم که مال پیدا بکنیم؟ به جهت از اینکه نیاز داریم، ضرورت داریم دیگه. در هر عرصه حیات زندگی با مال ضرورت است، پس به خاطر از تپ و تلاش است دیگه. کلمه ایمان برادر اسلام متوجه باشند که اصل کلمه ایمان از کلمه امینه گرفته شده. امینه و کلمه امینه را در زبان عربی زمانی که ما شما تعریف بکنیم به معنای آرامی می آید. آرامی، اطمینان، راحت، چیزی که در او دغدغه نباشه دیگه، چیزی که در او بسیار جنجال نباشه. امینه، آرامی. اگر کلمه امینه را نمی فهمید، کلمه امنیت خو انشاءالله و تعالی می فهمید دیگه. امنیت، یعنی کلمه امنیت هم از کلمه امینه گرفته شده. اصل کلمهش کلمه امینه است که ما شما امروز به نام امنیت یاد میکنیم و همه ما شما چشم درد پشت از این امنیت میگردیم.
و با خاطر آوردن از این امنیت 46 کشور پای خارجی در کشور خود آوردیم که تا بر ما تو امنیت قائم بکنه و اینی امنیت ما تو هست. اینی امنیت ما تو با چشم سر میبینیم سر که نه مسجد ما تو آرام است، نه خانه ما تو آرام است، نه شفاخانه ما تو آرام است، نه کلاب ورزشی ما تو آرام است، نه دانشگاه ما تو آرام است. کجا امنیت است؟ اینی امنیت و آرامی است که 46 کشور که در کشور ما تو آمده در هر نقطه کشور خود ما تو خود توسط سیمهای خاردار و توسط دیوارهای سیمنجی بندی بکنیم، مانند یک بندی از دیمزنگ به پرچرخی زمانی که به اصلاحات انتقال داده میشه 5-6 موتر به اصلاحات پیش رو پشت سرش که باش بندی نگروز. امروز کلانای موتو که به اصلاحات بخاطر امنیت آوردن حالت یک بندی را دارن، ولیکن موتو هیچ وقت امنیت از الله رب العزت نخواستیم. ذاتی که بخاطر امنیت آرامی موتو انبیاء علیهم السلام می فرستن و انبیاء علیهم السلام متوجه باشند که سخت‌ترین مصیبت ها را به خاطر ایجاد اینمی آرامی و امنیت متحمل میشن. برادر اسلام، آزار و اذیتی که انبیاء علیهم السلام میبینن، شما باور بکنید که اگر بالای کوه بانی کوه را صعود میکنه فقط به خاطر چی؟ به خاطر نمی آرامی و امنیت ما و تو. پس از اولین کلمه ایمان که ما و تو آغاز میکنیم از کلمه امینه هست و امینه با معنای آرامی و امنیت است. خب کدام آرامی و امنیت؟ اونمو آرامی و امنیت که قلب تو را آرام میساز. سبحان الله. و این را برات بگویم برادر عزیزم، این را برات بگویم که نمی قلب ما و تو را، نمی داخل ما و تو را بغیر از ایمان دیگه هیچ چیزه. و ایمان هم کدام ایمان؟ ایمانی که به الله واحد ویم. این الله فیصله کرده برادر اسلام. الله ما و تو را خلق کرده، الله جل جلاله ما و تو را پیدا کرده، فطرت سلیم خدا پرستی را، فطرت سلیم عبادت الله را در نهاد ما و تو گذاشته. و اینمی الله جل جلاله فیصله کرده که اینمی انسان آرامی استقرارش فقط و فقط به ایمانش به الله جل جلاله ایجاد میشه و بغیر از ایمان به الله جل جلاله هر رای دیگه که انسان بگیره هیچ وقت اطمینان آرامی حاصل کرده نمیده. و به این خاطر است که بیشتر ما براتان در ابتدای خطبه یک چیز یاد آوردم که امروز جهان ما شما جهان مادیات است. هر جایی که ما تو میریم از مادیات صحبت میکنیم. امروز مادیات بالای معنویات غلبه حاصل کرده. متوجه باشین که در دین مقدس اسلام مادیات و معنویات هر دو موازی با هم پیش میره. بیشتر هم براتان گفتم دین مقدس اسلام، شریعت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، آن چیزی که برای ما تو میگه توجهید به دنیا تو را از آخرت غافل نکنه و توجهید به آخرت تو را از مکلفیت های دنیایت غافل نسازه. و به همین جهت است که در هر نماز میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. این قضیه چی هست؟ قضیه اسلام است. پس الله جل جلاله فیصله کرده که قلب اینمی انسان آرام نشه، امنیت پیدا نکنه، آرامی پیدا نکنه الا به چی؟ الا به ایمانش به الله جل جلاله. و بغیر از این هر رای را که انسان پیش بگیره متوجه شن که در این داخل هیچ وقت اطمینان آرام پیدا نمیشه. هیچ وقت. الله فیصله کرده برادر اسلام. کلام الله خود کلام است دیگه. الله رب العزت که قرآن مجید از لوح محفوظ برای ما و شما نازل کرده و تا به امروز در بین ما و تو حفظش کرده، به می خاطر است که ما را دیگه خبر بده که در این لوح محفوظ الله چی فیصله کرده. از جمله فیصله های الله رب العزت در لوح محفوظ یکی هم اینمیست برادر استم که الله گفته که الا بذکر الله تطمئن القلوب، الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار باشین فقط و فقط به ذکر الله جل جلاله تطمئن القلوب، قلبها
آرامی و امنیت پیدا میکنه. و این هم متوجه باش برادر اسلام که هر زمانی که اطمینان و آرامی و امنیت در قلب تو آمد، بازو وقت است که آرامی و امنیت در جامعه خود به خود تامین میشه. تماما آن نابسامانی هایی را که امروز ما در جامعه هم مشاهده میکنیم برادر اسلام، جامعه که پیشی چشم خود ما و تو هست و امروز آمار جنایات یک ماه گذشته را که تنها در شهر کابل ما و تو گرفتگیستند، به صدها قتل، به صدها سرقت، به صدها غصب، به صدها فلان، به صدها فلان، به صدها فلان، تنها در محدوده شهر کابل ما و تو. یکی از این محدوده ما و تو خارج شدیم، تمام آن ولایت ها را در ببلگه، باز خودت فکر کن. یک از محدوده جغرافیوی خود خارج شویم و اصلا تمام اون کشورها را در بر بگیره، باز خودت متوجه باش که چه حالت است. یک انسان مؤمن و مسلمان زمانی که اوضاع جهان مورد مطالعه قرار میتا و بالاخره به تفکر فرو میره و بالاخره میبینه که در این لحظه حیات و زندگی که ما هستم چقدر معصیت و گناه و نافرمانی الله رب العزت در روی زی زمین میشه، چقدر فساد در روی زمین، امیال به اصلاح جنگ با خدا و رسول به اصلاح جریان داره. چرا؟ علت چیست؟ بخاطر که در اینجا اطمینان و آرامی نیست برادر اسلام. فساد از کجا نشأت میکنه؟ اصل منشأ فساد در کجا هست؟ اصل منشأ فساد در نفس ما و تو هست برادر اسلام. اینمی نفسی که الله رب العزت برای ما و تو عطا کرده و بینمی نفس ما و تو را مورد امتحان و ابتلا قرار میده، اصل منشأ فساد در اینمی نفس ما و تو هست و اینمی منشأ فساد در نفس ما و تو را اصلاح نمیکنه مگر یکی از مهمترین وسایلش نمی ایمان هست که ما شما به نام امینه و امنیت گفتیمش. کلمه عقیده از کلمه عقاده گرفته شده. ایمان به معنای امنیت و آرامی. اما زمانی که ما کلمه ایمان باز در زبان عربی از کلمه امنه میگیریم، یا از کلمه امینه نمیشه، از کلمه آمنه میشه، یعنی یک حمزه دیگه هم همراه از او اضافه میشه که حمزه با حمزه یک جای به علف ممدوده تشکیل میشه و از امنه آمنه تشکیل میشه. از هر زمانی که کلمه ایمان از کلمه آمنه گرفته شده باشه، متوجه باشین کلمه آمنه باز به معنای تصدیق، باور و یقین بگن برادر اسلام. در قدم اول در رابطه با اصل ریشه لغوی کلمه ایمان صحبت کردم که از کلمه امینه هست و بعد از در رابطه با خود کلمه ایمان ما شما بدانیم که ایمان در حقیقت باور، تصدیق و یقین میگن. باور و تصدیق و یقین چی نمیگن برادر اسلام؟ باور و تصدیق و یقین در حقیقت عبارت از آن قوه هست در نهاد انسان که در اونجا کوچکترین شک و شبه و تردید را نداشته باشه. یعنی هر زمانی که ما باور، تصدیق و یقین میگیم، باور و تصدیق و یقین از ضد شک و تردید میباشه. پس زمانی که ما در مرحله ایمان میرسیم، مرحله ایمان دیگه شک و تردید و ایچی شبهات و چیزها رو دیگه قبول نمیکنه. اما زمانی که قضیه عقیده را مطرح میکنیم، اصل کلمه عقیده از کلمه عقاده گرفته شده و کلمه عقاده در زبان عربی به معنای پیوند دادن، پیوست کردن، گریزدن در بین دو چیز می باشد. یعنی هر زمانی که ما دو چیز با هم دیگر به شکل از اشکال پیوند می تیم یا گری می تیم یا پیوست می کنیم، این می را در زبان عربی به معنای عقاده یاد می کنند و به می جهت است که الله رب العزت در آخرین آیات سوره های قرآن مجید سوره فلق الله رب العزت می فرماید که و من شر النفاثات فی العقد. فی العقد کلمه عقد جمع عقد است و عقد در زبان عربی به معنای گره زدن معنا می ده، یعنی از شر آن کسانی که در گره ها چی میکنن، چف میکنن و پف میکنن که برات ساحره و جادوگرها است. پس کلمه عقد و یا عقیده در حقیقت یک پیوند، یک ارتباط از بین دو چیز.
خواهی دو چیز شکل فیزیکی داشته باشه و یا همچی شکل معنوی داشته باشه. و به این خاطر است که ما در فقه اسلامی عقد بیعه داریم. عقد بیعه، عقد بیعه چی را میگن؟ عقد بیعه در حقیقت ایجاد یک ارتباط، یک پیوست میان بایع و میان مشتری هست. بایع کسی که میفروشه، مشتری کسی که میخره، شک نیست که این عقد بیعه بین از اینها یک چی میکنه؟ یک پیوند، یک پیوست ایجاد میکنه. در فقه اسلامی ما شما عقد نکاح داریم و همه ما میدانیم که عقد نکاح عبارت از چی هست؟ عقد نکاح در حقیقت عبارت از یک پیوند زناشواری است که بین زن و بین مرد ایجاد میشه و بالاخره اینمی عقد نکاح، اینمی زن و شوهر با هم چی میسازه؟ یک جای میسازه. زن و شوهر که با هم دیگر بیگانه بودن خلاص با هم حال چی میشن؟ یک جای میشن و اینمی ارتباط به اصطلاح توسط عقد نکاح صورت میگیره. پس به این اساس زمانی که ما در رابطه با عقیده در اصطلاح شریعت صحبت میکنیم، شریعت اسلام عقیده عبارت از چی هست برادر اسلام؟ متوجه باشین که در شریعت اسلام معنا و مفهوم عقیده از معنا و مفهوم لغویش دور نمی باشه، و جهت از این که عقیده در اسلام در حقیقت یک پیوند و ارتباط از بین بنده و بین الله رب العزت یک عقد است دیگه، یک ارتباط است بین بنده و بین الله رب العزت که خالق موتو است، آفریدگار موتو است. در هر لحظه حیات و زندگی خود، در هر نفسی که میکشیم پایان میبریم و در هر نفسی که بالا میاریم ما به اون نیاز داریم، ما به اون احتیاج داریم. در خوردنت به اون نیاز داری، در نوشیدنت به اون نیاز داری، در تنفست به اون نیاز داری، حتی که زمانی که در تشناب میری و قضای حاجت میکنی به ربت نیاز داری. اگر یک رگت بند کرد فغانت در آسمان میبرایه. نیاز داری برادر اسلام. پس اینمی ارتباطی که بنده با الله میگیره اینمی را به نام عقیده یاد میکنم. کلمه عقیده است کلمه عقده و عقده با معنای پیوند و گره. از هر زمانی که ما عقیده را در اسلام تعریف میکنیم، عقیده در حقیقت یک ارتباط است، یک بستگی است، یک پیوند است بین که بین بنده ضعیف ناتوان بیچاره و بین الله رب العزت خالق که تصور از او را عقل هیچ بشر و هیچ مخلوق کرده نمیتانه، بالاتر از همه آن چیز هست که ما تصورش کرده میتونیم. باید تو یک ذات موتو ارتباط پیدا میکنیم برادر اسلام، ذاتی که واحد و یگانه هست، مثل مانند نداره. قوت و قدرتش به چشم سرت مشاهده بکو که تمام نمونی کائنات و مخلوقات و همه را که مشاهده میکنی با وحدانیت و یگانگی خود پیدا کرده. در رابطه با خلقت تمام از این آسمان و زمین از هیچ کس مدد نگرفته و هیچ کس به اون مدد نکرده و به مدد هم ضرورت نداره. باید تو یک ذات تو ارتباط پیدا میکنی، باید تو یک ذات تو پیوند پیدا میکنی. ما بارها براتون مثال دادیم برادر اسلام، اگرچه مثال ها تکراری هست ولیکن در تکرار افاده می باشه. امروز یکان تا رو می بینیم صاحب که در شهر و بازار صاحب ایتو می گده صاحب که کلیج در آسمان می خوره، ایتو صاحب می گده که گویا زمین از پشت خود پاره می کنه. چی هست؟ بیادرزاده وزیر صاحب دفاع هست، پیوندش با وزیر صاحب دفاع هست. کی هست؟ خسروره وزیر صاحب داخله هست، پیوندش با وزیر صاحب داخله هست. ای فلانی دیگهش کی است؟ ای از قومای رئیس صاحب جمهور است. پیوندشان با ای انسانهای ضعیف و ناتوان بیچاره که از ترس و جبونت خدا در پشت دیوارهای سیمدار و خاردار بندی کردن، با ای پیوندشان صاحب ای انسانی قدر افتخار میکنه گویا میگه که دمی کوچه و بازار هست و نیست، مستم دیگه خلاص. مشاهده میکنین میبینین صاحب یگان موترایی را که میدوانند، یگان غره که میزنند، یگان روز که از موتر پایان میشن ترافیک بیچاره را لط میکنند. چرا؟ به جهت از اینکه نایتو فکر کردن که پیوند من دیگه ما یک پایه بسیار قوی دارم. پایه قوی کیست؟ فلانه کس هست، فلانه کس. میفهمی که پایه قوی تو کی میباشه؟ پایه قوی تو کس میباشه؟
که در مقابل از او هیچ قدرت در زمین و آسمان سادگی کردن نمیتونه. تو را قسم به خدا برادر سم که نمت عقیده اگر تو پیدا شود دیگه دمی دنیا و آخرت غم چی داری؟ غم چی را داری تو؟ پس ارتباط میان عقیده و ایمان چی هست برادر سم؟ ایمان باور و تصدیق و یقین، عقیده در حقیقت ارتباط و پیوست با الله رب العزت. ارتباط بین از اینها چی میباشه؟ آیا ایمان و عقیده هر دو یکی هست یا از همدیگر فرق دارند؟ و جهت از این ارتباط ایمان و عقیده را ما شما بفهمیم، یک مثال دیگه هم براتان میگم، مثال حسی که در حیات و زندگی ما و تو هست و پیشتر هم براتان بیان کنم که ما عقد نکاح میگیم. عقد نکاح در حقیقت یک پیوند است بین زن و بین شوهر که ما و تو بسته میکنیم. خب اینمی عقد نکاح زمانی که ما و تو بسته میکنیم، اینمی پیوند میان زن و شوهر چگونه صورت میگیره؟ ما میگیریم هر دو شان را در اسپان بسته میکنیم، در خانه دو شان را بندی میکنیم؟ نه، توسط یک ایجاب و قبولی که صورت میگیره، بس کدام چیز دیگه نیست. توسط یک ایجاب و قبول صورت میگیره، قبول کردی، قبول کردم، دادی، دادم، خلاص. اینمی پیوند ارتباط بین اینمی زن و شوهر، اتو پیوند ارتباط بشه که صاحب هیچ چیز دیگه این پیوند ارتباط از هم گسسته کردن نمیتونه، الا در صورت که طلاق باشه یا در صورت وفات باشه. پس اینمی قسمی که ارتباط بین زن و شوهر توسط ایجاب و قبول صورت میگیره و اینا ما با نام عقد نکاح یاد میکنیم. به این شکل اینمی ارتباط بین ما و بین الله چگونه صورت میگیره برادر؟ ما با پروردگار عالم چگونه ارتباط حاصل میکنم؟ ما با پروردگار عالم چگونه پیوند میشم؟ ما با او ذات چگونه پیوست میشم؟ توسط اینمی قضیه ایمان برادر اسلام. تا با وقتی که قضیه ایمان نباشه هیچ وقت ارتباطت با او رب صورت نمیگیره. و هر زمانی که قضیه ایمان متزلزل شد و از بین رفت، به یقین بدان که ارتباطت با او پروردگار قطع شد. پس به این اساس زمانی که ما در رابطه با قضیه ایمان و عقیده صحبت میکنیم، نظر اندازی میکنیم، متوجه باشین که قضیه ایمان خاص است اما قضیه عقیده عام میباشه. به چی معنا؟ یعنی به این معنا که هر زمانی که قضیه ایمان به میان آمد، ارتباط میان تو و میان الله جل جلاله صورت گرفت، بعد از اینکه عقیده به میان آمد، پس تو مجبور و مکلف هستی که تماما آن چیزی که الله رب العزت توسط پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرستاده، باید که به او یقین بکنی، به او سربانی، به او تسلیم شوی و او را در حیات و زندگی تطبیق بکنی. مجاهد از دیگه تو الله رب العزت خالقت و پروردگارت و آفریدگارت چی کدی؟ اقرار کردی. پس قضیه ایمان خاص است و قضیه عقیده عام می باشه. پس چی معنا؟ یعنی به این معنا که زمانی که ما در رابطه با قضیه ایمان نظر اندازی می کنیم، قضیه ایمان در حقیقت عبارت از نمو شش عنصر اساسی هست که زمانی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم جبرئیل امین سوال کردند و گفتند که یا پیغمبر مرا از ایمان خبر بده که ایمان یعنی چی، فاخبرنی عن الایمان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم شش عنصر اساسی ایمان را برشان بیان کرد و گفت که الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره. این قضیه ایمان است. اما قضیه عقیده تنها امید شش چیز نه، قضیه عقیده فراتر از این میباشه. قضیه عقیده نه تنها که این چیزها را در بر میگیره، بلکه تماما آن چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جانب الله جل جلاله آورده به همش باید تو تصدیق باور یقین داشته باشی. پس یکی ما قضیه ایمان داریم، یکی ما قضیه عقیده داریم برادر اسلام. ایمان در حقیقت عبارت از باور و یقین و تصدیقی که در او کوچکترین شک و شبهه وجود نداشته باشه. و هر زمانی که ما ایمان در اصطلاح تعریف میکنیم، در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان در رابطه با عناصرش تعریف کرده گیستن، و هر زمانی که ما ایمان به نزد علمای علم عقیده تعریف میکنیم، علمای علم عقیده ایمان برای ما تعریف میکنن که ایمان تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و العمل بالجوارح. ایمان در حقیقت تصدیق قلبی هست، اقرار به زبان است و عمل به جوارح می باشه. به چی مرا؟ یعنی آن چیزی که در قلب تصدیق کردی و باور کردی و شک و شبه را از او دور کردی، او را به زبان اقرار بکو و در عمل چی بکو؟ پیاده بکو.
این تعریف ایمان به نزد علماء علم عقیده می باشد. اما زمانی که ما در رابطه با عقیده صحبت میکنیم، پس متوجه باشین که عقیده در برگیرنده تمام احکام هست که از جانب الله جل جلاله توسط پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما شما آورده شد. خب شاید سوال بر ما پیدا شود که خب ما چی ضرورت به می عقیده و ایمان دارم؟ امی ضرورت و نیاز ما به می عقیده و ایمان چی هست؟ ما چی نیاز دارم که به الله جل جلاله ایمان دارم؟ ما چی نیاز دارم که به انبیاء علیهم السلام که امروز همشان وفات کردن از دنیا رفتن و از آخرین نبی و پیغمبری که از وفاتشان 1400 سال میگذره هنوز هم به هر یک از این ما ایمان کامل داشته باشم که کوچکترین شک و شبه ایده وجود. ما چی نیاز دارم که به ملائکه و فرشته ها ایمان داشته باشم؟ ما چی نیاز دارم که به این کتاب های آسمانی که یک تعدادش تحریف شده هنوز هم ما ایمان داشته باشم؟ آیا نیاز وجود داره و یا نداره؟ با شک نیست که هر زمانی که ما این نیاز در رابطه با قضایای مادیاتی که امروز ما و شما گرفتار هستیم اگر ما نظر اندازی بکنیم، شک نیست که امروز ما و شما در جهان انسانهایی را پیدا میکنیم، انسانهایی را پیدا میکنیم که با وجود تمام حقایق هنوز هم همه از این چیزها را انکار میکنه و اصلا میگه چیزهای فرسوده ای است که ما به این ضرورت نداریم. اصلا انسان ها الله خلق کرده، نه روزیش هم میده، نعمتش هم میده، وقتش هم میده، زمانش هم میده، ولیکن متوجه باش که هیچ وقت فراموشش نمیکنه، هیچ وقت. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. پروردگار عالم مهلت میده ولیکن هیچ وقت فراموش نمیکنه. برادر اسلام، امروز نمتو کسایی هستن قطع نظر از او کسای کافر است و ملحد هستن، ما با اونا کار نداریم، چرا قضیه از اونها قضیه دیگر هست. گله ما از کسی هست که در کشور اسلامی تولد شده، از پدر و مادر مسلمان تولد شده و پنج وقت اذان در گوشش میرسه، بازو هم بخیزه و بگه ما با این قضایا دیگه ضرورت نداریم، نیاز نداریم و این چیزهای فرسوده هست. باز گله انسان به مراتب بیشتر میشه هر زمانی که باز ما میبینیم که از سطح رسانه ها این چیزها به اصطلاح انتشار داده میشه، نشر میشه و کسای هم هستن که از اینها دفاع میکنن. واقعا جفا هست برادر اسلام. اسلامی که ما به خاطر از او چقدر خون دادیم، اسلامی که با خون جگر در این سرزمین آمد و مردم مسلمان شدن، امروز ببینیم سبب که گفت که ملحد در کشورهای اروپایی میزنه، او گپ که ملحد که از الله واحد و یگانه آگاهی نداره، او گپ امروز ما در کشور اسلامی خود میشنویم، او گپ امروز ما در نهادهای تحصیلی خود میشنویم، او گپ امروز ما در مکاتب خود میشنویم و او گپ امروز ما در رسانه های خود میشنویم. واقعا جفا هست برادر اسلام. پیشتر ما براتان گفتم برادر اسلام که ما مخلوق هستیم، ما خدا پیدا نکردیم و نه از زمین سوس کردیم و نه از آسمان رستن مستقیما افتادیم. ما نبودم، ما که امروز اگر از عمرم 50 و 55 سال سپری شده باشه، 100 سال پیش ما کجا بودم؟ نامی از ما نبود، اثری از ما نبود، ولیکن ما امروز من حیث یک شخص هستم، زنده هستم، حیات دارم، زندگی دارم، احساس دارم، ولیکن به این هم یقین دارم که نمی حیات و زندگی ما برای همیش نیست، روز میشه که از اینجا میرم دیگه. یعنی چی؟ ما که نبودم، پیدا شدم، دوباره میرم، یعنی چی؟ وجود ما در اینجا به چی خاطر است؟ ما چرا آمدم؟ چرا نبودم؟ و چرا میرم؟ در کجا میرم؟ شک نیست که سوالات هست که همیشه ذهن هر انسان رکه، یک کمک واری تفکر بکنه، یک کمک واری تعقل بکنه، یک کمک واری سر خود خم بندازه
از این حیات و زندگی مادی کمک کنی، خود فارغ بسازه. بعد از اون متوجه میشه مشکل ما اینه. میجاست برادر استم، چرا همیشه الله رب العزت ما و شما را در قرآن مجید متوجه میسازه که انسان تو بیبی که تو از چه پیدا شدی؟ فلینظر انسان مما خلق، خلق مما این دافق. انسان بیبی که تو از چه پیدا شدی؟ از یک ماه جهیده، از یک ماه مین، از یک آبی بسیار پست که هر کدام ما تو از اون نفرت میکنیم، اون از اون نطفه ما تو را پیدا کرده. انسان بیبی کس کجا پیدا شدی؟ نطفیت از کجا آمد؟ تخمیت از کجا آمد؟ در کجای اعضا برد داده شد؟ در کجای چشم برد داده شد؟ در کجای پای داده شد؟ این زبان گویا در کجا ایجاد شد؟ یک ذره فکر کو. قضیه ما و توی ایز براده اصلا که ما همه چیز فراموش میکنیم. خداوند خیر به تو علما را که در رابطه با هر چیز تحقیق میکنم برادر اسلام، تحقیقاتی که در رابطه با خود کلمه انسان شدگی است، که انسان خودش چی معنا را، همی خود کلمه انسان چی معنا را افاده میکنه در لغت. چرا شک نیست که انسان هم یک لفظ لغوی هست که به نزد اهل لغت استعمال میشه. برخی از علما میفهمن که اشتقاق لغوی کلمه انسان از چی میگیرن؟ از کلمه نسیان میگیرن. برخی علما به این باور هستند که اصل ریشه اشتقاقی کلمه انسان از کلمه نسیان است و کلمه نسیان به معنای فراموشی معنا میده. خب میگن چرا شما این کلمه را از این اشتقاق کردیم؟ به جهت از اینکه میگم ما اگر در طبیعت انسان نظر اندازی بکنیم، انسان بسیار یک مخلوق فراموشکار است. فراموشکار، فراموشکاری به این معنا نه که مثلا ما کلی خانه خدا فراموش میکنه بکس خدا، نه 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 نه، این فراموشی نه، بلکه فراموشی که ما حقیقت خدا فراموش میکنیم برادر اسلام، فراموشی که ما هدف خدا فراموش میکنیم، فراموشی که ما خالق خدا فراموش میکنیم، فراموشی که ما مکلفیت و مسئولیت خدا در این دنیا فراموش میکنیم. واقعا اگر امروز ما شما نظر اندازی بکنیم، اکثریت ما شما در این فراموشی گرفتار هستیم. بسیار کم کس موتو هست که مثلا بر گذشته خود یک نظر اندازی بکنه و بالاخره بیانه که واقعا ما یک وقت و زمان نطفه گندیده در رحم مادر بودم، یک لخته خون بودم که مثلا نه چهره بود و نه دست بود و نه پای بود. الله رب العزت تماما از این چیزها را بر ما عطا کرد. باز اونجا است که قدر و منزلت از این چیزها را میفهمه، باز اونجا است که رب خدا میفهمه، باز اونجا است که ضرورتش و قضیه ایمان معلوم میشه که ما چرا باید ایمان داشته باشم. وگر نه که ما تو فکر کرده خلاص دیگه نمیتون ما پیدا شدیم و همه چیز در زیر دست ماست و ما با چیز نیاز ندارم. پس زمانی که تو خودت بی نیاز شمردی، با یقین بدار که الله رب العزت ذات بی حد بی نیاز است که با در غم ما تو بنده مخلوق ناتوان و ضعیف شد. پس به اساس برادر اسلام، عقلی که الله رب العزت برای انسان داده، ای عقل خودش یک قوه مدرکه هست. و بینمی عقل الله رب العزت متوجه باشین که ما و شما انسانها را به بسیاری مخلوقاتی که در روی عزیز زمین است فضیلت داده، برتریت داده و کرامت داده، و این فضیلت و برتریت کرامت ما و تو من حیث انسان به چشم سر مشاهده میکنیم. و وقت و زمانش نیست که ما در رابطه با هر یک از این صحبت، هر یک ما و تو میبینیم برادر استم. همین یک مثال براتون میتم، دیگهش خودتان باز قیاس بکنید. برین همین تمام حیوانات و پرنده ها و خزنده ها و درنده ها را برین مطالعه بکنیم برادر اسلام. کدام یکشان همه لباس های زیبا می پوشه؟ کدام یکشان همه تو به اسلام کالاهای بسیار خوب می پوشه؟ ببینه که خداوند چه قسم پیدایشان کرده. با اونم یک دم به درازه که داده سیف ست می کنه دیگه خلاص. اونمو پشمش هست، اونمو پوستش هست، زمستانش هم هست، تابستانش هم هست، خلاص دیگه که تو نظمو خواه میکنه، که تظمو میخزه و که تظمو میمیره و که تظمو از بین میره. ولیکن تو انسان ایوی که صاحب چقدر لباس های مقبول و زیبا و رنگ و رنگ و اقسامون عد و اندازن نداره. یکیشه براتا میگم دیگه شو برین خودتان قیاس بکنین. و این فضیلت تنها به کی هست برادر اسلام؟ برین ببینین تنها برای موت انسان است. چرا برای موت انسان است؟ آیا این شتر مخلوق خدا نیست؟ آیا این مرکب مخلوق خدا نیست؟ آیا این سگهایی که در کوچه میمون مخلوق خدا نیست؟ کی پیدایش کرده؟ الله پیدایش کرده. چرا به او قسم پیدایش کرده؟ قادر بود که تو را هم به او قسم پیدا بکنه، ولیکن تو را شرف داد،
منزلت داد، کرامت داد. توسط چی؟ توسط نمی عقلی که برای ما تو داده و یقل تنها به این خاطر نداده برای ما تو که توجه جدی ما تنها و تنها به طرف از این مادیات شد و که قسمی که امروز ما این عقل در رابطه با این مادیات بکار انداختیم، بلکه با این عقل باید که ما از دایره مادیات به طرف دایره معنویات باید سوق داده شویم. اینمی عقل زمانی که ما تو تفکر بکنیم، این جهان و کائنات که ما شما، اینمی خود که ما شما مطالعه بکنیم، با یقین بدن که اینمی عقل خود ما و تو از نهادت اینمی ندا بالا میشه که ما را کس پیدا کرده، این جهان و کائنات کس پیدا کرده، ما بیهوده پیدا نشدیم، ما پوچ پیدا نشدیم، حتما هدف مرتب است اینجا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. الله رب العزت در آخرین آیات سوره آل عمران می فرماید در پیدایش آسمان و زمین، در رفت آمد شب و روز، به یقین آیات ها و نشانه های قدرت الله رب العزت است، وجود الله رب العزت است، برای کی؟ لأولی الالباب، برای کسانی که صاحبان خرد هستند، صاحبان عقل هستند، کسانی که عقل خدا به صورت درست به کار می اندازند. پس هر زمانی که توسط از این جوهر عقلی که الله رب العزت بر ما داد و ما فهمیدم که من مخلوق بیهوده نیستم، ما پوش در اینجا پیدا نشدیم، وقت و زمان نبودم، آمدم در اینجا هستم، و زمانی که من میرم کجا میرم؟ آیا نیست و نابود میشم و یا در کدام جهان دیگه انتقال میکنم؟ شک نیست که هر یک از این قضایا از ما تو جواب میخوای برادر اسلام، و متوجه باشین که جواب بغیر از وحی سماوی که از طریق انبیاء علیهم السلام برای ما تو داده میشه، این جواب دیگه عقل هیچ بشر برای ما تو داده نمیتونه. بزرگترین فلاسفه جهان که خود تکدارای عقل میگیرن برادر اسلام، اگر در فلسفه برین که ما کاری تحقیق برین و مکاتبش مورد بحث قرار بدین، یکی از مکاتب فلسفی که در یونان قدیم ایجاد شده بود و تا به امروز هم ادامه داره، یکی از این مکاتب به نام مکتب اللا ادریون مسما میکنند. مکتب اللا ادریون، اللا ادریون کدام مکتب است؟ اللا ادریون اونمو مکتب فلسفی هست که خود تکدارای عقل میگیرند و این مکتب خود بنا میکنند روی کدام عنصر؟ عنصر نمیدانم. اللا ادریون یعنی لا ادری، من نمیدانم چیز را. کی هستی؟ نمیدانم. از کجا آمدی؟ نمیدانم. این جهان چیست؟ نمیدانم. چرا پیدا شدی؟ نمیدانم. تمام قضایای خدا روی نمیدانم بنا میکنن و اینا یک مکتب تأسیس کردن و این مکتب تا به امروز ادامه داره و حتی برخی پیروانش امروز ما شما در جهان مشاهده میکنیم. خدا عقل به این خاطر برای ما نداده که نمیدانم، نه، عقل به این خاطر برای ما تو داده که ما بدانیم، بفهمیم. میفهمیم که الله رب العزت در سوره محمد صلی الله علیه و سلم چی میفرماید؟ فعلم فعلم انه لا اله الا الله، بدان که الله واحد است، یگانه است، لا شریک است، مستحق و سزاوار و پرستش عبادت تنها او ذات میباشد. پس هر زمانی که ما در رابطه با این قضایا از طریق وحی انبیاء علیهم السلام معلومات حاصل کردیم و ما فهمیدیم که ما بیهوده پیدا نشدیم، حیات و زندگی ما برای دنیا نیست بلکه ما با یک جهان دیگه روان هستیم، ما خالق داریم، ما آفریدگار داریم، ما مسئولیت داریم، ما مکلفیت داریم، باز اونجاست که موضوع قضیه ایمان و عقیده مطرح میشه. به جهت از این که تمام از این قضایای ما تو را حل اساسی از این در قضیه ایمان است. تا با وقتی که قضیه ایمان به میان نبیایه، تا با وقتی که قضیه عقیده به میان نبیایه، تا با وقتی که پیوند و ارتباط با الله رب العزت قایم نسازی، متوجه باش که قضایه تا هیچ وقت حل کرده نمیتونی. قضیه خلقت تا، قضیه مکلفیت تا، قضیه مسئولیت تا و قضیه حیات و زندگی بعد از مرگ تا، متوجه باش که هیچ وقت حل کرده نمیتونی. پس متوجه باش که ما انسان ها در این دنیا برادرای عزیزم تنها به خاطر خوردن نامدیم و نه به خاطر روشیدن و نه به خاطر خوشگذرانی و نه به خاطر تولد و تناسل. اگر قضیه ما تو تنها اینمی باشه که امروز اکثریت در رابطه با او فکر میکنیم، بخور و بنوش و خواب کن و دیگه خلاص. پس فرق بین ما تو بین از او حیوان چی شد؟ او حیوانه که امروز در کوچه خواب میکنه،
او حیوانی که از وقت و زمانی که خدا خلقش کرده به مو قسم که توسط دهن خود نان میخوره اون مو قسم خورده رایست و تو انسان بیبی که سایب چه قسم غذا میخوری سایب میزار سایب سایب کن چوکی ها را سایب کن دسرخان سایب کن انواع خوراکه ها را سایب کن. پس فرق بین تو و بین از او حیوان چی شد دیگه؟ یه عقل خدا بر چی خاطر بر تو داد؟ یا آسمان و زمین چرا الله پیدا کرد؟ بس اینجاست که متوجه باشین که ما به قضیه ایمان و عقیده ضرورت داریم برادر اسلام، که تا از اصل خلقت خود آگاهی حاصل بکنیم، از اصل مکلفیت خود آگاهی حاصل بکنیم. ما انسانی که در ما خیر هم است شر هم است، فساد هم وجود داره اصلاح هم وجود داره، ما چی باید بکنم؟ من انسانی که در بین جامعه زندگی میکنم، من انسانی که هیچ وقت به تنهایی زندگی کرده نمیتونم، با افراد جامعه چه قسم تعامل داشته باشم که تا بتونم که یک حیات و زندگی آرام مطمئن و رفاه و آسایش ایجاد بکنم؟ با کل از این قضایا ما ضرورت داریم برادر اسلام. شک نیست که انسان تا اندازه در رابطه با برخی از امور حیات و زندگی مادی خود میتونه که توسط عقل خود کار کنه و الله رب العزت مجال برش داده و الله رب العزت به اصلاح صلاحیت برش داده، ولیکن متوجه باشین که قضایای آخرت، قضایای ایمان، قضایای عبادت الله رب العزت و قضیه مکلفیت تو و قضیه مسئولیت تو بازی قضایای است که هیچ وقت عقل ما تو حل کرده نمیتونه. الله رب العزت خلق کرده ما تو را، پیدا کرده، از قوه عقل تام آگاهی داره، از قوه نفس تام آگاهی داره، از قوه خود تام هم آگاهی داره و او ذات میدانه که عقل بشر و عقلی که ما برای از انسان دادیم اینا می توانایی را نداره. پس به می خاطر است برادر اسلام که الله رب العزت با کمال لطف خود، با کمال لطف خود، اگر نه الله رب العزت اگر انبیاء علیهم السلام را نمی فرستاد، اگر الله رب العزت اگر کتاب های سماوی را نمی فرستاد، کی بالای الله واجب میکرد که حتما برای من نبی و پیغمبر بفرست؟ نه، این کمال لطف پروردگارت است که همیشه خود رحمان و رحیم گفتگی است و همیشه گفته که رحمت ما از عذاب مکه سبقت کردگی است و سعت و رحمتش همه چیز را در بر گرفته. با کمال لطف خود الله رب العزت از خود ما و شما انسان ها انبیای را اختیار میکنه، وحی سماوی را برشان نازل میکنه، کتاب های سماوی را برشان نازل میکنه، وحی کلام الهی را برشان میگه و مکلفشان میکنه که برای تمام بشریت و تمام انسانیت این چیزها را برسانید، بشر از تمام نزدیک قضایا آگاه بسازین که تا در روز آخرت برای هیچ کس حجت باقی نمانه که نگویه که یا الله من از این قضایا آگاه نبودم، یا الله کسی برای ما چیزی نگفته بود، ای کاش که تو برای ما پیغمبر میفرستادی، ای کاش که تو برای ما کتاب نازل میکردی، ما حتما به او عمل میکردیم. نه، الله رب العزت قسمی که براتون گفتم حیات و زندگی دنیا و امتحان دنیا یک چانس داره و بس. این جهان کائنات الله رب العزت به قدرت کامله خود پیدا کرده و به قدرت کامله خود از بینش میبره، زمانی که از بینش برد دیگه دوباره پیدا نمیکنه برادر اسلام. یحیی حکمت الهی است، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. پس هر زمانی که ما این قضایا را توسط انبیاء علیهم السلام فهمیدیم و درک کردیم، متوجه باشین که تعلیم انبیاء علیهم السلام و آن چیزی که انبیاء علیهم السلام برای ما و شما آورده و آن چیزی که ضامن سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت ما در تعلیم انبیاء علیهم السلام میباشه، متوجه باشین که ارتباط مستقیم با ایمان و عقیده ما داره. تا با وقتی که قضیه ایمان و عقیده در ما و تو پیدا نشه، هیچ وقت قضیه ایمان به انبیاء علیهم السلام، به کتاب های سماوی و آن چیزی که مکلفیت ما هست پیدا نمیشه. پس به این اساس برادر اسلام متوجه باشین که قضیه ایمان یکی از قضایای بی حد مهم در حیات و زندگی ما میباشه که حتی حیات و زندگی دنیا و آخرت ما با او گره خورده. و الله رب العزت همه با شما توفیق نصیب فرمایه که تا در رابطه با این قضایا کمک وری بیدار شویم برادر اسلام، به این قضایا اتو بی خبر نباشیم، اتو غافل نباشیم، بلکه در رابطه با هر یک از این قضایا باید که خود بدانیم، باید که خود بفهمانیم که تا از تمام امور از این آگاه شویم و بتانیم که حیات و زندگی آرام و آسوده را برای خود هم در دنیا و هم در آخرت ایجاد بکنیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رحم. شک نیست برادر اسلام در آیه کریمه ای که در آخرین آیات سوره حجرات الله رب العزت برای ما شما خبر میده که یک تعداد کسایی بودند که در عهد و زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اسلام و ایمان خود بالای پیغمبر منت میگذاشتند،
که گویا ما به پیغمبر ایمان آوردیم و اسلام قبول کردیم، مثل که امروز شاید بیزاری کسای ما و شما این منت بالای الله رب العزت بگذاریم که گویا ما نماز تا خواندیم و روزه تا گرفتیم و حج تا کردیم، در حالی که الله رب العزت در این آیات برای ما و شما خبر میده که یمنون علیک ان اسلمو، منت میگذارن بالای توی پیغمبر که اینا اسلام آوردن. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اسلام تا بالای ما منت نگذار، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، بلکه الله بالای شما منت میگذاره که شما را به ایمان هدایت کرد و راهنمایی کرد. شک نیست که اگر نعمتهای الله رب العزت ما و شما تحت حس و شمار بگیریم برادر اسلام، نعمتهای الله رب العزت در تحت حس و شمار موتو داخل نمیشه و این نعمتهایی است که در دو جای قرآن مجید الله رب العزت صراحتا میفرمایه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر شما بخواهید که نعمتهای الله را به شمارش بگیرین هرگز نعمتهای الله را شمار کرده نمیتونید. از تمام از این نعمتهای بیشماری که الله رب العزت برای ما شما عطا کرده متوجه باشین که در رابطه با چند چیز الله رب العزت بالای ما شما منت میگذاره. یکی از نعمتهایی که بالای ما تو منت میگذاره بعثت انبیاء علیهم السلام است و یکی از نعمتهایی که الله رب العزت بالای ما تو منت میگذاره نعمت ایمان هست که ما تو را به او ارشاد و راهنمایی کرده. پس به این اساس بدانیم برادران که نعمت ایمان بزرگترین نعمت هست، پر افضلترین نعمت هست که الله رب العزت برای بنده و مخلوق خود انسان عطا میکند و این نعمت که الله رب العزت برای ما و شما عطا کرده متوجه باشین که بزرگترین و پرارزشترین نعمت است که ارزش و بهای از این را زمین و آسمان هم پرداخت کردن نمیتانه. ولیکن یک چیز دیگر هم متوجه باشین برادر اسلام که الله رب العزت میفرماید لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، هر زمانی که در مقابل نعمتهای ما شکر گذار شدین من نعمت برایتان افزون میکنم، ولیکن هر زمانی که در رابطه با نعمتهای ما انکار کردین جحود کردین با یقین بدانین که عذاب ما بی حد شدید است. و یکی از شدت عذاب پروردگار عالم در رابطه با نعمت زوال نعمت و از بین بودن نعمت در رابطه با ما و تو میباشه. قضیه ایمان از پر افضلترین و پر ارزشترین نعمتهای الله رب العزت است که باید ما و تو شکر از او را انجام بدیم. ولیکن شکر نعمت ایمان تنها دهی نمیشه که بگیم خدایا شکر که مرا مسلمان پیدا کردی در حالی که هنوزم خیانت میکنم. شکر نعمت ایمان به این نمیشه که خدایا شکر که من ایمان دارم در حالی که هنوزم خیانت میکنی و دزدی میکنی و قتل میکنی. نه، شکر نعمت ایمان در حقیقت استفاده از ایمان در طاعت و عبادت الله رب العزت. و این همه تو فکر نکن که گویا الله رب العزت به این ایمان و اطاعت و طاعت ما و تو ضرورت داره و نیاز داره. نه، ما و تو به این ایمان نیاز داریم، ما و تو به این عبادت نیاز داریم. چرا برادر اسلام؟ به جهت از این که همه ما و تو میفهمیم که ما و تو در این دنیا به خاطر یک امتحان و ابتلا پیدا شدیم و اکثریت امتحان و ابتلا را برداشت نادرست میکنند. ای تو فکر میکنن که امتحان ابتلای ما تنها نماز خواندن است دیگه؟ تمام نه، امتحان ابتلای ما تو نماز خواندن نیست، روزه گرفتن نیست، این وسایل امتحانی هست که الله به دست ما تو قرار داده. امتحان ما تو یک دایره بسیار سخت و مشکل دیگه داره، دایره که در هر لحظه حیات زندگی تو با مجادله هستی و او عبارت از چی میباشه؟ الله رب العزت حکمتش در رابطه با این امتحان ما تقاضا کرده. امیدوار هستم که کمک واری گوشتان باز بکنین و خوب در رابطه با این ملتفت باشین. امتحانی که شاید اکثریت ما تو فکرش هم نکرده باشیم و در حالی که قضیه هدف خلقت ما تو در این دنیا اینه می باشه. الله رب العزت ما تو انسان ها را خلق کرده و پیدا کرده و ما تو انسان ها را با یک سلسله انگیزه ها و تمایلاتی که به نام هوا و هوس و خواهشات نفسانی یاد میکنیم در نهاد هر یک ما تو منستم های انسان گنجانیده. و بعد از الله رب العزت انبیاء علیهم السلام فرستاده منت که بالای ما تو گذاشته و از طریق انبیاء علیهم السلام یک سلسله احکام برای ما تو فرستاده، اوامر و نواهی خدا واضح کرده. و الله رب العزت از ما و تو تقاضا میکنه که ای انسان ما از تو میخوایم که نمی چیزی که هوا و هوس و خواهشات نفسانی تو میخواید این از این کمک واری خودت دور بساز و آن چیزی که ما از تو میخوایم و نمو را در حیات و زندگی تطبیق بکن. مشکل در کجا هست؟
مشکل در اینجا است که آن چیزی که انبیاء علیهم السلام از جانب الله آوردن و آن چیزی که الله از هوا و هوس و خواهشات نفسانی ما پیدا کرده، هر دو با هم سازگار نیستن. برادر اسلام، این هوا و هوس ما چیز میخواد و الله رب العزت چیز دیگه میخواد. بس الله در اینجا امتحانت میکنه که حالا تو کدام طرف میگیری. الله رب العزت برای ما شما حب مال در نهاد ما گذاشته و در هر یک ما تو حب مال وجود داره و الله رب العزت از ما تو تقاضا کرده که مال به طریقه حلال پیدا بکو، غصب نکو، دزدی نکو، خیانت نکو، در جان مردم نسن. لیکن هوا و هوس تو چی میگه؟ بهترین راه هست، آسانترین راه هست، بسیار پیسه پیدا میشه. پس متوجه باشین که دینامیک قضیه امتحانی که ما تو در هر لحظه حیات و زندگی خود داریم. اگر قاضی استیم در مسند قضا شیشتگی استیم، اگر وزیر استیم در چرکی وزارت شیشتگی استیم، اگر رئیس جمهور استیم در چرکی ریاست جمهوری شیشتگی استیم، اگر معلم استیم در صنف استیم، اگر استاد استیم در پانتون استیم، اگر محصل استیم یا شاگرد استیم، و یا اگر شوهر استیم در خانه استیم، و یا اگر هم خانم استیم که در خانه می باشیم، متوجه باشین که در هر لحظه حیات و زندگی دینامیک کشمکش هستی که تو آیا احکام الله را تطبیق میکنی، آن چیزی که تعالیم انبیاء علیهم السلام صورت در حیات زندگیت پیاده میکنی، یا آن چیزی که هوا و هوس و خواهشات نفسانی خودت تقاضا می. بس امتحان دینامی اینجاست. بس آن چیزی که ما را دینامی امتحان تقویه میکنه، آن چیزی که دینامی امتحان ما و تو را کامیاب میکنه و آن چیزی که ما و تو را از پیروی از خواهشات نفسانی منع میکنه، در قدم اول متوجه باشین که نمی ایمان است و در قدم دوم نمی اطاعت و عبادت هست که ما و تو میکنیم. ولیکن چگونه ایمان؟ ایمانی که مانند لباس کهنه باشه، عبادتی که در او روح وجود نداشته باشه، نه متبرج بشه. این همین قسمه که لباس کنه هیچ وقت تن مرا پوشانده نمیتونه. با یقین بدانی که ایمان ضعیف کنه هیچ وقت مرا در رابطه با این امتحان کامیاب کرده نمیتونه. قاضی صاحبی که در مسند قضا میشینه، یگانه چیزی که دست از او از رشوت میگیره، ای که مسیحنان مبارزه با فساد اداری نیست برادر اسلام، او ایمانش است و تقوایش است. اگر ایمان تقوا داشت قضیه برش آمد و گفت قاضی صاحب محترم $10,000 برات میدم، قضیه رو برام منافع ما فیصله بکو، اگر قاضی ایمان داشت $10,000 میفهمه که پیسه حرام است و آتش جهنم است و زمین دنیا خود خلاص میکنه ازش. و اگر قضیه ایمان نبود میگه برادر محترم 10,000 نه 8,000 بده من منافع فیصلهش میکنم. تاجر ما که تجارت میکنه، دکاندار ما که در دکان شیشته، کلینر ما که در موتروانی و کلینری میکنه، زمانی که با جان مردم میزنن، مال خراب برای مردم میفروشن، بالای چشم مردم خاک میزنن و پول مردم به غیر رضایتشان از جیبشان میکشن، یگانه چیزی که اونها را از این چیز نجات میده قضیه ایمانشان است. برادر اسلام، جوان مسلمان ما و تو، دختر مسلمان ما و تو، زمانی که تمام زمینه های فحشا و بیحیایی و زنا برایش مساعد میشه، یگانه چیزی که نجات میده قضیه ایمان است. برادر اسلام، شوهری که در خانه زندگی میکنه، بهترین رویه خوب با خانم، یگانه چیزی که او را از خشونت در رابطه با خانم نجات میده فقط قضیه ایمانش است. برادر اسلام، خانمی که در مقابل شوهر به احترامی بکنه و یگانه چیزی که او را در رابطه با احترام شوهر، قضیه ایمان است. برادر اسلام، قضیه ایمان تنهایی نیست که ما در داخل خود بندیش بکنیم و بعد از در حیات زندگی ما تو هیچ تأثیری نداشته باشه. پس ایمان را که الله رب العزت برای ما شما داده به خاطر کامیابی و اینمی امتحان هست که در روز قیامت باز پروردگار عالم از ذره ذره یزی از ما تو پرسان میکنه و سوال میکنه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا و من یعمل مثقال ذره شرا یرا. چی وقت تو خیر انجام میتونی؟ هر زمان قضیه ایمان وجود داشته باشه. چی وقت از شر نجات پیدا میکنی؟ هر زمان قضیه ایمان و عقیده وجود داشته باشه. چی وقت در حیات و زندگی تو شر میآیه؟ هر زمان قضیه ایمان از بین رفت. چی وقت با شر مبتلا میشی؟ هر زمانی که در رابطه با قضیه ایمان بتوجه بودی. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم.